درود میفرستم خدمتتون، حضورتون عرض ادب میکنم. هموطنان عزیز و آگاهم، حکایت جالبی است حکایت حکومت اسلامی. دو سه روزی جال و جنجال های رسوایی آمیز رأی دادن و یا رأی ندادن به وزرای انتخابی رئیس جمهور جدید را از تلویزیون مملکت نمایش دادن، مردم را سرگرم ساختند و وقتی که دیدند رسوایی از حد گذشته است، بی ادبی، اهانت، تهمت زدن، تهدید با چوب و چماق در سطح مجلسی که در واقع باید مجلسی باشد برای حمایت از حقوق مردم، نماینده میگوید با چماق، خودم با چماق میایم میکوبم. دیدن اوضاع و احوال بسیار اسف‌انگیز است. ناگهان گفتن که نیروی دریایی سپاه پاسداران یک قایق کوچک هندی را که از عراق نفت می برده است به هندوستان گرفتند. چه تفاوتی می کند یک نفتکش کوچک هندی را گرفتن؟ اگر شما راست میگویید اندیشه ای باید بکنید بابت میلیون هایی که هندوستان به شما بدهکار است و باید بدهد. یک نفتکش کوچیک که احتمالا شاید هم نفت قاچاق میکرده است، یا نه قاچاق نمیکرده است، رسما میبرده است، منحرف شده به ظن سپاه پاسداران. یک دو متری هم وارد آبهای از آبهای بین المللی وارد آبهای ایران شده است. مردم رو با این مسائل سرگرم میکنن در حالی که سرنوشت اسلام در لحظاتی است که ما میتوانیم دریابیم ادامه دارد این بازی اسلامی و یا نه سرانجام آمریکا، سران آمریکا، سیاستمداران آمریکایی از این بلا تکلیفی، از این سردرگمی بیرون آمدند و در نهایت میخواهند تصمیم گیری کنند برای اوضاع و احوال اسلامی که در جهان مانند یک میکروبی پخش شده است و همه کشورهای خاورمیانه و افریقایی را آلوده کرده است. چرا میگویم موقع تعیین سرنوشت است؟ اوضاع و احوال مصر را خبر دارید و میدانید چه اتفاقی افتاده است و متوجه شدید که سرانجام آنگونه که همواره این عقبگرایان اسلامی میطلبند، ارتش مصر را که هرگز دست به اسلحه نبرده بود به روی مردم خود، مجبور کردند که دست به اسلحه ببرد و پاره گزارش ها 500 نفر و بنا به گزارش های اخوان المسلمین 2000 نفر در جریان درگیری ها کشته شدند. فکر نکنید که این یک مسئله مربوط به مصر است و به سرنوشت ایران مربوط نمی شود. نه، همینجاست که می خواهم توجه شما را جلب کنم. ناگهان آقای اوباما پیام می دهد که نه، قرار نبود ارتش تیراندازی کند به مردم، قرار نیست ارتش چنین کارهایی بکند. وزیر امور خارجه آمریکا محکوم می کند و می گوید نه، قرار است که آزادی باشد، مردم را آزاد بگذارید. کدامین مردم را آزاد بگذارند؟ طرفداران اخوان المسلمین را یک موش آدم های شستشوی مغزی داده شده، مغزهای بسته، دیدهای کور، چماق و چوب و ساطور در دست، نظیر همون چه که در ایران میبینید. در برابر مردمی که بیدار و آگاهند و میدانند که اگر اسلام حاکم شود بر مصر، بر آنها همان خواهد رفت که 35 سال است بر مردم ایران میرود. ارتش مصر را میدانیم، مصر درآمد ندارد. مصر برخلاف ایران که روی دریایی از طلا خوابیده است، مردم مصر فاقد این درآمد هستند. ارتش مصر که پرهزینه ترین ارگان دولتی است در همه جای دنیا، از کمک های سالانه امریکا زندگی می کند و تهدید امریکا چیست؟
این است که اگر ارتش بخواهد خلاف آنچه که مصالح ماست و تفکر ماست و نقشه راه ماست عمل کند، ما آن کمک سالانه را به ارتش قطع میکنیم. همون کاری که در مورد پاکستان میکند آمریکا. یعنی به محض اینکه کمک به ارتش مصر را قطع کند، ارتش مصر خوابیده است. همان گونه که در پاکستان وضع چنین است و ارتش پاکستان گوش به فرمان آمریکا دارد، حالا در آنجا بازی‌های دیگری هم انجام می‌گیرد که در این وقت کم نمی‌گنجد. پس آمریکا رسیده است به لحظه تصمیم گیری. اگر با فشاری که به ارتش مصر می‌آورند، ارتش مصر کنار بنشیند و تماشاچی شود، سرنوشت مصر معلوم است. مردم بیدار آزادی‌خواه دست به چوب و چماق نمیتوانند ببرند و برعکس نقطه مقابلشان واپسگرایان اسلامی قادرند این آدمهایی را که دنبال آزادی هستند، دنبال این هستند که مملکتی منزه و پاک و دور از خرافات داشته باشند، لت و پر خواهند کرد. آنها را ناگزیر خواهند کرد که به خانه هایشان پناه ببرند، فرار کنند، همون کاری که در ایران کردند، همان کاری که این اوباش اسلامی از آغاز به اصطلاح انقلاب و به قول مردم افتضاح اسلامی در ایران انجام دادن. هر کسی که خواست سخنی بگوید جوابش را با اسید دادن، با تیغی که به لبهای خانوم ها می کشیدن، با کتکی که به پیرزنهای بینوا می زدن و بالاخره حاکم شدن، حکومت اسلامی به وجود آوردن. مصر دنبال چنین مسئله نیست، اما تصمیم گیری با این آقایونی است که خودشان را پرچمدار آزادی و صلح جهان میشناسند، یعنی آمریکا. اگر آمریکا همچنان به دخالت‌های خود در مورد اقدامات ارتش ادامه دهد، ناگزیر ارتش بنا به دلیلی که خدمتتون عرض کردم، چون حقوق بگیر آمریکاست، چون نانش رو آمریکا تأمین میکند، ناگزیر باید کنار بنشیند و اجازه دهد همان گونه که در ایران اجازه داد آخوند جماعت، واپسگرایان اسلامی، بازماندگان از دوران سنگی بر مصر حاکم شود. اون وقت تکلیف با اسرائیل معلوم نیست، اون وقت تکلیف با بسیاری جاهای دیگه معلوم نیست، حتی تکلیف با خود حکومت اسلامی معلوم نیست، چون این ور سنی ها هستند و در کشور ما شیعیان، و داریم میبینیم که در عراق بین شیعه و سنی چه میگذرد، میبینیم که عراق به چه روزی افتاده است که مردم حسرت دوران صدام حسین را میبرند، میبینیم که در سودان چگونه میروند کلیساها را آتش میزنند و خانه های مسیحیان را عرض کنم که غارت میکنند. پس درست خدمتتون عرض کردم، اگر اخوان المسلمین مسلط شود بر مصر، یعنی آمریکا این سیاست اسلامی را برای سالیان دراز آینده ادامه خواهد داد، و اما اگر نه اخوان المسلمین خلع سلاح شد و ساکت شد و حکومت به دست آدم هایی که تعقل و خرد دارن افتاد، می فهمیم که به زودی بساط حکومت اسلامی هم در ایران برچیده خواهد شد، چرا که آقای روحانی و همه وزرای او در همین 3-4 روز گذشته هر روز تکرار کردن که تابع نظرات ولی فقیه هم، یعنی ما هیچ کاره ایم. تشکر می کنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد فردا همه شما عزیزان را به ایزد مهر می سپارم. بدرود.